در تاریخ 28-29 دیگه یکی از پاسدارا اومد توی یکی از بچهای ما رو با طور همون در صحنه خیابون ترور کرد. اسم مجاهد شهید عباس قربانی بود که در لحظه شهید شد و جنازه شهیدمون رو برده بودن برای بیمارستان و نمیداد. و آخرش هم که جنازه رو به اون ندادن، بعد ما دیگه تظاهرات از همون نقطه شروع کردیم. وقتی تظاهرات ما رسید به نقطه شارع اسدی که اونجا بودیم، اونجا دیگه درگیریمون با حزب اللهی شروع شد. ما حزب اللهی درگیری شروع شد، دیدی بزن بزن بود، با چوب و سنگ و اینا می‌زدن ما. بعد یه جمعیت پراکنده شد، ما با 3-4 نفر از بچه‌هامون ما خیابان سعد شمالی رو رفتیم رسیدیم به نقطه، از تقریبا از شهر خارج شدیم، بعد رسیدیم به نقطه کارخونه برق که اونجا بود، بعد رفتیم پشت کارخونه برق. بعد ماشین گشتی سپاه ما رو اونجا دید که ما 4 نفر بودیم. بعد ما شروع کردیم دویدن، بعد اینا پشت سر ما شلیک کردن، بعد ولی خوشبختانه به ما گلوله اینا نخورد. بعد من بخواستم که برم پشت چیز، از نرده های کارخونه برق خودم رو بیندازم پشت کارخونه برق، از داخل کارخونه برق فرار کنم برم، ولی تو همین هیچ که داشتم میرفتم بالای نرده ها که چیز کنم، از پشت من گرفتم به اضافه بقیه بچه های اونجا بودن گرفتن، سوار ماشین کردن که ببرن ما رو به زندان سپاه. بعد اونجا من احساس خوبی نداشتم، یعنی خوبی نداشتم که میگفتم من نباید دستگیر میشدم، چون من یک کار مسئله دیگه داشتم، مثلا نباید توش تظاهر شرکت میکردم. بعد همین انگیزه شد برای خودم که هر جور شده قبل از اینکه ماشین به سپاه برسه من از ماشین باید فرار کنم. بعد برای خودم بریدم، گفتم یا این تصمیم رو میگیرم یا میتونم فرار کنم که بهتره، یا نه بالاخره توی درگیر میشم همونجا شهید میشم که خب اون دیگه اون نقطه اعلی بود، یا اینکه به قول معروف زخمی میشم درگیر میشم میبرن تو بیمارستان، توی بیمارستان به قول معروف دنبال این میرم که فرار کنم. یعنی برای خودم اینجوری بریده بودم. متاسفانه خوشبختانه اون وقتی که ماشین میشستیم نفر جمال آهنی سمت چپم بود، من وسط بودم، برادرم که احمد بود سمت راستم بود و وسط نشسته بودم. یعنی که مثلا اول می نشستم شاید میتونستم مثلا در جایی که سرعت ماشین کمتر میشد در ماشین باز کنم بپرم برم، ولی چون وسط بودم هیچ کاری نمیتونستم بکنم. بعد من نگاه کردم دیدم ترکیب پاسدارا کی هست. ترکیب پاسدار فرمانده گروهشون یکی از پاسدارای مزدور بود که با هم قبلا آشنایی دور داشتیم. بعد من شروع کردم با این یک و دو کردن. بعد میدونستم نقطه ضعفش چیه، سعی میکردم یه حرفایی زدم با یه چیزایی بهش گفتم که تحریک کنم که مجبور بشه منو چیکار کنه، مثلا برای اینکه مثلا بترسونه مثلا از ماشین بیاره پایین. مثلا یه چنین طرحی تو ذهنم بود که اصلا طرح تو ذهنم پختم نبود. خوشبختانه وقتی که من به این مقداری چیز کردم، تحریکش کردم، به اونها نقطه ضعفش رو میدونستم کجاست، انگوش گذاشتم اونجا، بعد این دادش در اومد. یهو به من گفت که ببین حرف زیادی بزنی ماشین رو برمیگردونیم میبریم تو رو میدیم دست حزب اللهی که تو سعدی چهارراه سعدی ایستادن، اونجا دی حسابتو برسه. من دیدم این فرصت خیلی خوبیه، من که دنبال میدم از ماشین برم پایین، این خودش راه به من نشون داد. من گفتم من هیچ ترسی ندارم، همین کار بکن، اگه میتونی، اگه جرأت این کارو داری همین کار بکن، چون میخواستم ببینم که نمیتونی دیگه. بعد گفت نه من میتونم. گفتم باشه اگه میتونی ماشین دور بزنی چه مستقیم میری. بعد به راننده گفت که راننده دور بزن. راننده همین که میخواست دور بزنه از پشتش یکی گفت که نه دور نزن برو. بعد که اون فرماندهش گفت که من بهت میگم دور بزن، گفت پشت سر میگی نزن. بعد راننده گفت من چیکار کنم، گفت همون که من میگم بکن. بعد اون نفر پشتی احتمالاً چیز بود بالاتر بود یا چیز بود، راننده مجبور بود حرف اونو گوش میکرد. بعد در یه نقطه دوباره من پامو گذاشتم رو گاز، دوباره چند تا چیز بهش گفتم، به اون فرمانده اکیپی که اونجا جلو نشسته بود زدم، دیگه این دیگه خورد به خالش. بعد همونجا روی سر لوله سلاح برداشت به سمت راننده، گفت اگه همین الان دور نزنی میزنم. دیگه راننده از ترسش دور زد، راننده از ترسش دور زد. بعد رفتیم سمت سعدی و سعد که اونجا حزب اللهی جمع بودن دیگه. بعد اینجا که من داشتم تو ذهنم آماده میکردم دیگه چی شد، بالاخره یه فرصت مناسبی که پیش میاد از ماشین پیاده بشم در. بعد ماشین رفتیم سر رسید وسط چهارراه و سعدی وسط. بعد این مردم در واقع قسمت اول چهارراه جمع شده بودند،
ماشین ما رو برد قسمت به اون زل غرب چیز چهار راه سعدی، اونجا نگه داشت، یعنی مثلا 10-15 متری با حزب الله فاصله داشت. بعد اونجا ماشین نگه داشت، همون فرمانده اکیپ چیز گفت به بقیه پاسدارا، گفت شما اینجا باشین، من برم اون حزب الله رو خبر کنم بیان که چیکار کنه، اینو بدیم دستشون که اینو چیکار کنن، بزنن حسابشو برسن. بعد این همین که از ماشین پیاده شد، من به این نفر احمد که کنار نشسته بود گفتم سری برو پایین. او گفت نه نه فلان، گفتم ببین سری همینجا میام اجرا کن، برو پایین. این رفت پایین، من پشت سرش از ماشین پیاده شدم. همین که از ماشین پیاده شدم می‌خواستم بدومم، بعد یادم چند نفر از حزب الله اومدن از پشت منو گرفتن. ولی چون نمی‌دونستن چی به چیه، من هی گفتم من نبودم، یکی دیگه بود. بعد چی توریستم از دستشون چیکار کنم، در برم از دستشون در برم و رفتم به سمت غرب، به سمت بیمارستان شهناز که اونجا اتوبوس ها و خردروها واشتاده بودن، ترافیک سنگین بود. بود دور رفتم سر خودم انداختم تو این ترافیک ماشینا. بعد این همین فرمانده گروه پشت سر من اومد، چند لحظه بعد متوجه شد که من فرار کردم، پشت سر من اومد اونجا شلیک کرد، چون مردم اونجا شلیک هوایی کردن. ولی من دیگه میدونستم که من دیگه شلیک زمین نمیتونه کنه، از لابلای ماشینا خودم رسوندم به یک کوچه، بعد از سر اون کوچه رفتم داخل. بعد این پاسدار تا سر کوچه اومد، ولی چون کوچه خیلی شلوغ بود در نتیجه چی شد، این نتونست بیاد داخل چون میترسیدن دیگه. بعد من از هم کوچه زدم رفتم یک کوچه دیگه، بعد از اونجا رفتم یه مغازه اونجا بود، رفتم یه ساعت توی مغازه بودم. بعد وقتی این مدام خلوت شد، منطقه خلوت شد، بعد صاحب مغازه اومد من بیرون چک کرد، گفت بیرون چک موردی نیستم رفتن، اینا خیابون خلوته، اگر میتونی بری، اگر نمیتونی میتونی تا این شب اینجا بمونی، هر کاری خودت خواسته بکن. گفتم نه من دیگه چون خلوته میرم. از اونجا اومدم بیرون، رفتم اونجا بغلش که حموم خصوصی بود، رفتم اونجا یه ساعتی هم نمره حموم خصوصی، رفتم تو حموم یه ساعت دو ساعتی هم اونجا گذروندم. بعد یه کامل خلوت شد، بعد از اونجا اومدم رفتم به خونه فامیلام که اونجا بود، بعد دیگه از اونجا شبم رفتم خونه تیمی. این در واقع اولین دستگیری من و اولین فرار من بود که در 30 خرداد انجام شد. همون روز که اگر 30 خرداد چیز بود، یه تعدادی از بچه‌ها رو سپاه دستگیر کرده بود تا همون تو تظاهراتی که اونجا بود، و یه تعداد از 15 نفر در واقع سطح دانشجویی و معلمین و مسئولین رو دستگیر کرده که اونا رو روز بعدش همه رو فرستادن کجا، فرستادن تبریز که اونجا توی یعنی محاکمه کردن و اکثرشون اعدام کردن. داشتن میرفتن سر قرار که یه دیدم یکی از بچه هایی که قبلا با هم همکلاس بودیم که پاسدار بود منو دید، و از اونجایی که اون روز توی صحنه فرار من توی خیابون سعدی وسط بود منو شناخته بود، اونجا منو شناخت و حمله کرد و منو گرفت. تا من با این اومدم باید درگیر شدم که مثلا بتونم دوباره اونجا دادم فرار کنم، این داد فریاد کرد، داد فریاد کرد. این پشت کوچه همونجا که ما بودیم یه بسیج اونجا بود، بسیج مرکز بسیج بود که صدای این داد فریاد شنیده بودن اومدن بیرون. همون لحظه که من در نقطه بودم که بتونم دوباره فرار کنم، اینا از پشت سر رسیدن و منو دستگیر کردن. منو دستگیر کردن، ابتدا بردن توی داخل همون مرکز بسیج همونجا اونجا بود، بعد اونجا کلی ما رو زدن، بعد اونجا نگه داشتن ما رو تا ساعت 12 نوبت داشتن، بعد اونجا بردن ما رو به مرکز بسیج توی خیابون چهارراه پایین. ولی اینا به جای اینکه مرکز سپاه ببرن ما رو بردن به خیابون جاده بیجار، یعنی جاده بیجاری که میرفت اصلا به بیابون و دیگه چی خاصی نبود. بعد وسط راه یکی از نفرات ما رو که به قول معروف نفر سوار ماشین کرده بودن، در واقع همونجا ترکیب نفرات که اونجا بودن، دیدن که چیه اون کاری نیست، اون از وسط ماشین وسط راه پیاده کردن. بعد ما 4 نفر دیگه بودیم که ما رو بردن به خیابون جاده بیجار، اونجا رفتن توی منطقه‌ای که مثلا بیابون بود و هیچ چی هم نبود، ما را از ماشین پیاده کردن و اونجا ابتدا ما را به قول معروف آوردن توپ فوتبال کردن، به طور خاص منو توپ فوتبال میکردن و از من میگفتن که اطلاعات رو باید بدی.
بعد منم گفتم من اطلاعات ندارم، چیزی ندارم، چی شده، من خبری ندارم فلان اینا. اینا حدود نیم ساعت، 45 دقیقه، یک ساعتی منو به صورت تو فوتبال کرد. بعد دیدن که هیچ خبری نیست، به قول معروف من از من چیزی در نمیاد، گفتن که بعد فرمانده اونجا گفت که باشه، یعنی جواب نمیدن، هیچ کاری نمیدن، همه رو به خط کنید، همونجا اعدامشون کنیم، ترتیبشون بدیم که از دستش خلاص بشه. تو این واسه که ما رو به خط کردن، من دیگه خب باور کردم که دارن میزنن دیگه، من شروع کردم به اشد گفتن اینا. بعد تو همین فاصله داشتم اشد میگفتم، یهو دیدم یه ماشینی دور زد اومد اونجا. بعد دیدم، من که دیگه نمیدونم، بعد پشترش حرفاشو میشنیدم، دیدم با اینا ما یه صحبتی کرد اینا. بعد گفتن که چیزه، خب بلنشیم بریم، بلنشیم بریم. ما سوار ماشین شدیم رفتیم، رفت بردم ما رو توی سپاه دیگه. اونجا دیگه من دیگه بلاز چیز تمام شده، صورتم پور خونی بود، گبو شده بود اینا. بعد منو بردن تو بیمارستان سپاه، بهداری سپاه، اونجا بستری کردن. توی بهداری سپاه که بودم تو دو هفته اونجا بودم. یکی از پاسدارا بود که بازم با اون آشنای همکلاسی قبلا بودیم، با من رابطش خوب بود، اومد یه روز اومد من گفت که داشت صحبت می‌کردیم، گفت که داستان اون روز می‌دونی چی بود؟ گفتم کدوم روز؟ گفت هم روز که شما رو برده بودن جاده بیجار اینا. گفتم نه. گفت که آره اونا می‌خواستن تو رو اعدامت کنن، ولی یکی به ما زنگ زد، به فرمانده سپاه زنگ زده بود، گفته بود که اینا داره این کار میکنن. چون من اونجا فهمیدم که این داستانی که ما رو بردن به جاده بیجار برای چی بود. بعد یه بعد از اینکه این داستان گذشت، من دو هفته تو بهداری سپاه بودم، یه مداری اوضاع سر و صورتم خوب شد، کبودیم خوب شد، یه من بردم به زندان سلول انفرادی، یه ماهی هم توی سلول انفرادی بودم. بعد دیگه اومدم تو جمع بچه‌هایی که توی بندها بوده، که دیگه رفتم تو داخل بندها بودم، که دیگه اونجا دیگه وارد اونجا شدیم، وارد جمع بچه‌ها شدیم، اونجا به قول معروف تشکیلات خودمون رو اندازه کردیم و به قول معروف بند بند، نفر به نفر مشخص کردیم، در اینجا کارهای خودمون انجام میدادیم. تشکیلاتمون برا بود، نشسته رو گذاشته میشد، اخبار جمع آوری میشد، به بچه‌ها منتقل میشد. بعد ما اونجا تونسته بودیم یک رادیو هم دست بیاریم، که یه رادیو دو موج داشتیم، یه رادیو تک موج داشتیم، که رادیو دو موج رو میتونستیم ما اخبار رادیو صدای مجاهد رو بگیریم. گفتم روزهای پنجشنبه ما معمولا یک چیزی میکردیم که دور هم جمع میشدیم، یک قول معروف سنت مجاهدین همین دیگه، همیشه پنجشنبه ها جمع میشیم، بالاخره دور هم یه شادی میکنیم، یه چیز ترانه میخونیم، یه چیز شب شعر داشتیم اونجا و از این کارا میکردیم. توی زندان سپاه که اول افتاد اونجا بودیم، تا حدود 3-4 ماه اول اونجا بودیم، یه تعدادی رو اومدن بردن به زندان دیگری که توی منطقه جاده کمربندی خیابون خیام بود، در واقع یه مدرسه بود، مدرسه خالی کرده بودن که ما رو بردن تو اونجا، شبانه ما رو بردن. بعد اونجا که رفته بودیم، خب دیگه ما میدیدیم در واقع با اون چشم‌انداز زده بودن چیزی نبود که مثلا چجوری بود. بعد اینا مثلا ما رو برده بودن پشت مثلا یه پله دو بار سه بار میچرخونده، ببین میگم ما نمیبینیم، که مثلا ما رو مثلا بترسونن که اینجا که اومدیم فلان بهمان اینجا مخوفه فلان اینا. بعد در حالی که ما میدیدیم مثلا چی بود، کجا رفتیم، چجوری اومدیم، کجا چجوری میخوام ببرن اینا، دیگه برای من مزه‌ای شده بود که مثلا اینا مثلا چیکار دارن میکنن، ما رو با چیزی میخوان بترسونن. بالاخره ما رو بردن اونجا مستقر کردن دیگه، یه ساعتی ساعت بعدش دیگه مجبور شدن چشمند رو باز کنن، دیگه موضوع مشخص بود برام کجاست. بعد دیگه اونجا حدود مثلا 3 طبقه بود ساختمون، اونجا طبقه بالا داده بودن به توابین، طبقه همکف مال خود پاسدارا بود، استقرار خود پاسدارا بود، طبقه پایین هم که زیر زمین بود، طبقه در واقع زندانیان مقاوم اونجا بودن. تو اونجا به طور مشخص ما چون رادیو مجاهد داشتیم، رادیو پیش ما بود، یعنی بند 8 اعلامی بود، ما هر روز رادیو مجاهد رو در دو نوبت میگرفتیم، مینوشتیم. 4 نفر بودیم تو ترکیب ما، 4 نفر بودیم، یه نفرمون به اون معروف حفاظت بود، حواسش به بیرون بود، 3 نفرمون مشغول بودیم مثلا کاغذ نداریم میگرفتیم، هرچی قرار بودیم که هرچی میشنوه بنویس. بعد ساعت 2:30 که بود این کار میکردیم، ساعت 9 شب هم همین کار میکردیم. بعد ساعت 12 شب بچه پاسداران دیگه مثلا آخرین هواخوری رو میرادم از سرویس برمیگشتیم، دیگه وقتی که پاسداران دیگه راه رو ترک میکردن میرفتن،
دیگه مثلا فهم گیدم ما میخوابیم دیگه. از ساعت 12 شب کار ما شروع میشد. کار ما شروع میشد که میمدم تمام اونجا که هر چه هر کس هر چی گرفته اینا رو مطابقت میداد. مطابقت میدادیم تا خبر کامل چیکار کنیم به دست بیاریم. بعد در نتیجه خبر کامل در تکمیل میشد. بعد اینا رو توی کاغذهای پوستی مینوشتیم و روز بعد به دست بچه‌ها میرسوند. این ریل ادامه داشت، دو سه ماه ادامه داشت. بعد در یه نقطه توی حین این تباطل کاغذ، توی حین تباطل کاغذ یه کاغذی میفته زمین. بعد این پاسدار میبینه. ولی تا پاسدار بیاد کاغذ برداری که بچه‌ها بلند شده بود چیکار کرده بود؟ پریده بود کاغذ برداشته بود. گفتن که چی بود اونجا؟ یالا ما بگیم. گفتن هیچ چیز نبود، یه حجی بود. اون پیدا می‌کرد، می‌گرفت دیگه. بعد یه روزی گذاشتن که ما توی بند بودیم، بعد یکی از بچه‌ها اومد پشتن گفت که اومدن با چیز چی میگن چک میکنن تمام بنده رو، اومدن برای این کار میکنن، حواستون باشه. اون موقع هم رادیو پیش ما بود دیگه. اول رفتن دانش آموزی، رفتن غیر مذهبی رو چک کردن، بعد اومدن سراغ دانشجوی کارمندی. بعد تو این فاصله یه فرصت پیش اومد، ما این رادیو که به دست ما بود دادیم به یک بندی، دادیم به یه بند بیرون از خودمون که اونجا بود که دیگه دست ما نباشه، چون به ما حساسیتشون بالاتر بود. ما رادیو رد کردیم به بند دیگه. بعد وقتی نوبت اون بند شده بود، اونا دیگه رادیو رو با دست خودشون برداشت بودن آوردن بیرون تو راه رو. تو موقع بچه هایی که میخواستم بند چک کنن میگفتن همه بیان بیرون، همه اومده بودن بیرون، اینا رادیو رو برداشتن با خودشون آوردن بیرون. بعد اینا رفته بودن تمام وسایل اون رو چک کرده و اینا دیدن هیچ پیدا نکرده. بعد موقع برگشت دیگه وقتی که زندانی ها که تک تک وارد بند میکردن اونا رو بازرسی میکردن، بعد اینا دیدن که دار رادیو دستشونه، هیچ جام نمیتونن بذارن که. بعد اینجا که میخوان بازرسی کنن حتما چیه لوم. بعد اومدن همونجا برای خودشون یک اونا طرح در آوردن که چیکار کنیم که این رادیو لو نره، چون لو میرفت خب یه دیگه خب بالاخره میرفت تصمیم کردن بیان اعدام کردن دی. بعد اومدن سه چهار نفر اونجا چیز از یه مسئولین اونجا بودن، بعد اومدن صحبت کردن تو هم لحظه دیگه، در لحظه دیگه مجبور شدن یه کاری بکنن. بعد اومده بودن مثلا تعدادی که بودن گفتن اول یه تعداد مشخصی برن. بعد اینا رفته بودن تا یه مقدار پاسدار رسیده بودن به نقطه مثلا چی که مثلا خسته شده بودن یا عادی شده بود اینا. بعد اونجا دیگه چیکار کرده بودن؟ مثلا گذاشته بودن اون نفر که رادیو دستشه مثلا نفر ما قبل آخر، یا یکی نفر سه نفر سوم نفر باشه که خب. بعد اینجا دیگه یه مقدار حساسیت های خود اونا اومده بودن پای. بعد این مقدار این موش که مقدار زیاد بود فیر بود، بعد رادیو رو میگیره دستش، بعد اینجا میبره بالا میگه بیا چک کن. بعد از اون برم بچه هم از داخل هم از بیرون عدم تمرکز ایجاد میکنن، اون نفر که چک میکنه بعد میگن صحبتش میگیرن فلان فلان فلانه، این دیگه حواسش به دستش نبود، فقط میاد بدنش رو چک میکنه، من دستش رو میذارم بدنش رو، بعد میگه چیز میو برو تو. بعد این که رد میشه اراده دستش بوده دیگه، همونجا دست میره بالا دیگه چیکار میکنه؟ دستش تو بند میاره پایین دیگه. به این صورت رادیو چی شد؟ رادیو از چک اینا رد شد، یا نتونستن پیدا کنن، چون اگه پیدا میکنن دست ما که نبود. بعد اومدن سراغ ما، چون اونا هم چک کردن دیدن هیچی نیست، گفتن پیش ماست دیگه. بعد اومدن پیش ما، ما هم گفتیم بیان ببرن، چون مطمئن بودیم نادیم، گفتن هر وسایلی میخواین چک کنین چک کنین، هیچ مشکلی نیست. بعد ما رفتیم یه ساعت دیگه اومدن دوباره هم ریل با ما رفتن، ولی دیدن یه چیزی گیر نیاورد. بعد دیگه به خودشون شک کردن، گفتن شاید اون چیزی که تو دید اون پروفسور قبل دیدن، گفتن شاید اون تو دیده بودی نبودی این چیزی که ما حدس می‌زدیم. و این یک موفقیت بزرگی برامون بود که به هر حال اینجا برای یک بار دیگه ثابت شد که هر مجاهدی هیچ وقت تسلیم شرایط نمیشه، به قول معروف شاید میگن تا دروغو اونو نمیگیره، و این مجاهدی که میتونه هر صحنه رو بشکافه بره جلو. ما توی بند 8 بودیم، در واقع زیر 8 یا اعدامیا بودیم، ما 4 نفر بودیم، یکی من بودم، یکی مجاهد شهید
جعفر تحریریچی بود که اهل کرج بود، یکی مجاهد شهید محسن رضایی بود که اهل قزوین بود، یکی مجاهد شهید مرتضی سهرابی بود که اونم اهل زنجان بود. چهار نفر بودیم اونجا دیگه که اینا همش توی تشتین جعفر و محسن تو تشتیلات زنجان بودن که اونجا دستگیر شده بودن و اعدامی قطعی بودن که مرتضی سهرابی هم و من هم که به اعتبار اینکه لو رفته بودیم اعدام بودیم. در یه نقطه اومدیم تصمیم گرفتیم، گفتیم که خب ما که اعدامی هستیم، هر چهار نفر هم اعدامی هستیم، کس به کسی که چیز نداریم، شک و ابهامی که نداریم، خب چرا بیایم همینجوری دست بسته بریم جلوی تیر وایسیم شهید بشیم؟ خب بیایم یه کاری بکنیم.